شما از برادر نوریدین رضایی با برنامه صدای مردم، امیدوارم که خوب باشی. تشکر زیاد برادر سلمان، ما هم خوشحال هستیم صدای شما رو میشنویم. راستی خیلی باز مردم انتظار شما بود و پیغام ها و سوال های زیاد نسبت شما بود. البته برای ما معلوم بود که پشت بعضی از برنامه ها مصروف بودید، اما هموطنان بسیار سوال میکردند. تصمیم گرفتیم تا در برنامه یک مهمانی برنامه ما باشی و نسبت به موضوع های امروزه ما یک صحبت داشته باشین. بفرمایید، انشاءالله در خدمت هستیم. سلامت باشین. خب، موضوعی که ما تازه گذاشتیم در باره فضای دنیای مجازی یا اینکه بخش اینترنت در تاجیکستان، یعنی که حکومت امروزه رحمانوف از این برنامه، از این گران کردن و منظور از این برنامه ها چی هست برادر عزیز؟ فکر و نظر شما رو میخواییم که بشنویم. خب، به نام خداوند بخشنده مهربان، اولا تشکر برای تماس و دوما تشکر خود را از دوستان و هموطنان نیز بیان میکنم. خیلی پرسیدن و میپرسیدن و سبب هم چنانی که ذکر کردین بعضی مشغولیت های کاری بود و انشاءالله که من بعد در علاقه خواهیم بود. انشاءالله. خوب، آیدی سوالتون نسبت به اینترنت و آن هم در این شب بروز در تاجیکستان، در حکومت در فکر گران کردنی قیمت یا اینکه نرخ آن هست. سبب راستی من فکر از نگاه من این است که اینترنت دشمنی اولی رحمانوف می باشد. اولین دشمن رحمانوف اینترنت است و دومش تلویزیون. این همین سبب شده می تواند، یکان سبب دیگر ندارد. اون دعواهایی که رحمانوف میکند ما باید در این ساحه رشد کنیم و باید یک قدم پیشتر بریم و اینکه حکومت الکترونی باید که روی کار بیاید و جوانها این کار را بر عهده بگیرند، اینا همش یک سفسطه، یک دروغ بیش نیست. در حقیقت خیلی 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 از اینترنت میترسد. همین است که امروز دسترسی به اینترنت را میخواهند محدود کنند و نقش گران کنند و یگان سبب دیگر شده نمیتواند. این همه در حالی است که دنیا الکی در فکری از بین بردن لیمیت اینترنت هست. دسترسی اینترنت رایگان مجانی برای مردم هست و چنانی که یک دو روز پیش هم در فیسبوک یک کشور به نام رواندا ذکر کردیم، رواندا یک کشور عقب مانده جنگ خورده افریقایی هست که روز 27 فوریه از همین سال الکی سپوتنیک ماهواره خود را به آسمان روان کرد و هدفش مشخص بود برای استقلالیت تکنولوژی و دسترسی اینترنت به همه شهروندان به طور رایگان، پیوست کردن دهات با شهر، تربیه و تعلیم. این این چیزا در علاقه کشورها فکر کرده ایستودن. رواندا عیناً اگر که به سرگذشت این کشور نگاه کنیم خیلی مشابه است با تاجیکستان. از سال 93 تا 95 تقریبا یک جنگ شهروندی را که از پسی سر کرد، حدود 1 میلیون شهروند این کشور کشته شد و بیش از 2 میلیون مهاجر بودن. ولی حکومت ما را امروز نگاه کنیم، امروز هم باز هم همون نغمه های جنگ بود در ما، انا می شود، اینا امروز می شود، انا فردا می شود. امروز چنانی که خطان ذکر کردیم، دیپوتات ها در پارلمان نشستن بحث دارن که یک گیگر اینترنت 50 سومان کنیم یا که 60 سومان کنیم. باز شرم نکرده امروز یک مسئولی کمیته یا اینکه همین نهاد علاقه، فکر کنم معاونی بیگ صبوروف، برآمده گفته است که این قیمت کردن این نرخ اینترنت به فایده مردم است. وقتی ژورنالیست میپرسد برای چی، میگه برای آنکه موافق گزارش های طبی باید که انسان از 5 متر دورتر با تلویزیون نگاه کند. فیلم نظر میکنند میگه در اونجا. بله، اونا فیلم میبینند. ببینید چخیل حکومتی دلسوز داریم، غمی مردم هم میخورد واقعا هم. او دیگریش میبروید میگد که
چشماتون ضرر میکنه، تلفن استفاده نبره، اینترنت استفاده نبره. دیگرش میبره میگد که انا دسترخون زیاد آرایش ندیه، خرچ مصرف زیاد نکنید. این خیلی حکومت کی داره؟ این امروز این قدر دلسوز شدگی هستند. ولی میبرویا روز میبرویا میگن که انا نرخوی بیلیت چپته ها از دوشنبه به مسکو قیمت بدنشان فایده دارد، چون که خیلی اگون هم وطن ها کم برمیگردن مهاجرت به تاجیکستان پول کم میکنن، کم میگردن همونجا باشن بیستن. خلاصه یک سفسطه و یک مزخرفات و یک گپ هایی که اصلا هر یک شهروند تاجیکستان امروز یک چیزا را میفهمه و درک میکنه. پهلوی دیگر مسئله چنانه که گفتیم سبب اساسی وقتی که دشمن بدن اینترنت هست و تلویزیون، در همین صحه اگر نگاه کنیم رحمانوف بسیار با دقت یا اینکه با احتیاط کار میکند. اگر به تاریخ نگاه کنیم همیشه در همین صحه شخصهای با اعتماد خودش میگذارد. مثلا در اینترنت خوب خدمات علاقه در خدای خودش موندگی است، بیک سابوروویچ. در مسئله تلویزیون اگر نگاه کنیم خوب قبلا عبدالجبار رحمانوف بود که امروز یکی از شخصهای نزدیک در پهلوی خودش همچون مشاور آید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه کار کرده ایستاده است. اگر رئیس سابق کمیته تلویزیون نگاه کنیم بعد از عبدالجبار رحمانوف اسدالله رحمانوف است که او هم امروز در پهلوش همچون مشاور آید به کادرها. خیلی خیلی این مسئله برای رحمانوف حساس است و این بالای این خوب یعنی که چی میکند، اهمیت جدی میدید. پهلو دیگری مسئله غارت کردن مردم است، یعنی که چگونه باید از مردم پول کار کنیم. متاسفانه امروز تاجیکستان عموما کشور، حکومت، دولتداری برای این توده حکومتدارا را همچون یک فرمه یا یک مغازه تجارتی است. هر کس وارد همین توده، همین گروه، همین حکومت می شوند همیشه در فکر غارت کردن مردم هستند. ببینید امروز در هر کدوم صحه را که نظر کنید، خب بعضی اونها را شما ذکر کردین دیگه حاجت به تکرار اونها نیست. ارد یک امروز 190 سومون شده است یک خوبچش. خب نرخی آب قیمت کردن، خب نرخی برق قیمت کردن، نرخی ترانسپورت قیمت کردن، اندازها روز تا روز بالا رفته ایستادن، پنسیه ها کم رفته ایستادن. این خودش چی گپ است؟ این خودش یک تجارتی آشکار است. هر کسی میدروید باید از همین مردم پول کار کنه. هیچ کس در فکری رشد، در فکری پیشرفت، در فکری خدمت به مردم نیست. این ای از اصل مشکلی و اصل پرابلم امروز تاجیکستان. پولی به درد میان است، باید کار کنند. مردم هم که خاموش هست دیگه از همین خاموشی استفاده میبرند. لیکن این یک جنبه خوبی دارد، مخصوصا مسئله گران کردن نرخ اینترنت. تا امروز هر قانونی که حکومت برآورد بر ضد قشرهای گوناگون بود. مثلا وقتی حجاب و نقاب و این چیزا را به این چیزا محدود کرد، دست زد، این خواست به خب بانوها بود، به زنها بود، به خواهرها بود. آمد مسئله پنسیه را کم کرد، این خواست برای کلانسالا بود. اما در نبرد امروزه علاقه جوانا را در مقابل خودش گذاشته ایستاده است. مخصوصا پیغام های زیاد می آید از جوان های داخلی دوشنبه بودگی، یعنی جوان های شهری. ببینید در فیسبوک، در ادنکلاسنیک، در ایجا داخل بشوید و نظر کنید، ببینید مردم مخصوصا جوان ها چگونه مثلا در غضب هستند. جنبه خوبیش امروز همین است که جوان های شهر را در مقابل خچون گذاشته ایستادند. و من یک پیشنهاد هم در اینجا دارم، مخصوصا از مخالفین، که در این مسئله تا اندازه مثلا دخالت نکنند. بگذارند حکومت با مردم، با قشر جوان مبارزه برند. جوان ها خودشان مسئولیت بر عهده بگیرند، حرکت کنند. چون که هر وقت اپوزیسیا یا که مخالفین دخالت کنند، کار رنگ دیگر میگیرد، کار علاقه سیاسی می شود، خب کار دیگر سمت دیگر می رود. بنابر همین این چیز همچون پیشنهاد برای برادرای مخالف بود. می گذاریم در مسئله اصل قضیه،
امروز اگر که نظر کنیم سود امریکایی بالای دختری پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف علکه یک پرونده جنایتی باز کردند، در اونجا تهمت های زیاد هست از جمله به فساد. یکی از فسادکاری هاش در زمان پدرش هر شرکت موبیلی که وارد ازبکستان میشده است، وارد بازار ازبکستان میخواستش بشود، با مبلغی کلان، حتی 10 میلیون و 15 میلیون دلار گپ رفته ایستاده است در اینجا، رشوت میگرفته است و همچون کریشه دختری بگیم که اسلام کریموف گلنورا کریموف کریشگی میکرده است و وارد اونها بازار ازبکستان میشده بودستند. این خودش یک پیغام بالکای با مقامدارای تاجیکستان هم هستند، مخصوصا آنهایی که شرکت های موبیلی را امروز کریشوان میکنند. مثال بیاریم، بیلین 10 میلیون دلار قطی وارد بازار تاجیکستان شده است و اون هم کریشش امروز حسن اسدالله‌زاده خوب خسر بچه رحمانوف است. اگر به میگافون نظر کنیم، کریش میگافون رحمانوف یک غاصب، یک دیکتاتور، دخترش تخمینه است. اینها علکه یک پیغام برای اینها است که یک روز نه یک روز عدالت، دست عدالت به شما را میرسد. یک روز نه یک روز اسلام کریموف هم مثل رحمانوف هیچ وقت در فکرش نبود که من میمرم، ولی مرد. امروز زنش در گریزه است، فرزنداش در زندان هستند، بعضی دیگرش در هر گوشه و کنار دنیا گریزه هستند. این پیغامی روشن من فکر کنم که علکه با مقامدارای امروزه، مخصوصا اونهایی که کریشوت میکنن، میرسیده باشد. خب میگذاریم به مسئله که چیگونه باید از مردم پول کار کنند. چند مدت پیش من مطرح کرده بودن مسئله سیمکارت ها را، گفته بودن که باید سیمکارت ها نرخوشون ایواز شوند. خب رحمانوف خودش همچون جیمی باید بردگر در بین در آمد، گفت که در این مسئله نقطه بگذاره، ای را به بعد بگذاره. خب همچون خشش شرین کردن، اما یک اینو در این قانون خیانه این نقطه گذاشتن، ولی گفتن که سیمکارت های من بعدی باید که با پاسپورت های نو خریده بشود. یعنی پاسپورت های کهنه قطعی دیگه نمیشود. پاسپورت هایی که دی روز گرفته باشی شاید، یا که پره روز بعد از همین قانون صادر شدن، مجبور هستی که باید یک پاسپورتی نو کنی و برای از سر پاسپورت بگیری. این خودش موافقی سر قانون یک جنایت است، یعنی کاری زیدی سر قانون است. مثلا که یک انسان پاسپورت ها امروز 10 سال هستند، یک سالش گذشته است، 2 سال گذشته است، مجبور است که با برایه از سر بگیره. اینو این کارو همش زیدی قانون هستند. پرکرور جنرالی خاموش است، سودها خاموش هستند، کسی حرف نمیزند، چون که مسئله قضیه فایده است یا که مربوط به اویل است. شما تصور کنید، گفتن که سیم کارت را میکنیم، از سیم کارت نشید، خب اومدن در پاسپورت 2 پوزه 1 سی است، باید که از مردم پول کار کنند. اگر که در تاجیکستان 3.5 میلیون مشتری باشد، خب اینا بگذاریم 2.5 میلیون هم اگر که استفاده ببره خرید کنه، هر یک تای اونا رو اگر 10 دلاری حساب کنیم، یک پاسپورت بگذار 10 دلار باشد، 2.5 میلیون دلار در جیب اینها رفت. 2.5 میلیون مفت خوران. اما از که من در بالا اما پرلمان تاجیکستان همچون خانه پیرانسالان ذکر کردم، همه از دیگه هم پیرانسال کشید دیگه، از یک جا نیاز داری. بله اینها ببینید، اینها اصلا کار نمیکنند. مثالی که اونا یک چند روز پیش در رسانه ها خوندیم، یک زنه که پیرانسال پولی نفقش پینسیش جمع کرده کوپروک ساخته است، خودش چی معنی داره که امروز حکومت کار نکرده ایستاده است؟ یک پول بیچاره از پولی پینسیش 10 سال جمع کرده است، در قشلاقشون کوپروک ساختن، حکومت در کجا هست؟ خودتان ای مردم عزیز فکر کنید، حکومت برای چی کار میآید دیگر؟ امروز مردم خودشون علکه مسئولیت پیش گرفته حرکت دارن. حکومت ما نداریم، حکومت نداریم. یک علی بابا 40 راهزن است، باید پول کار کنند. مثال بیاریم، اگر زیاد نگذشته است، مسئله گازلای روسی بود، در شهرها و کوچه های دوشنبه میگشتن، اول اجازه دادن، گفتن که باید که با گازل. خب مردم همه گازل آورد. بعد از یک مدت نگذشته بود، گفته بودن که خب گازل معن شد، مردم بیچاره نه گرفته است، دیگه نمیدوند چیکار کنند. گفتن که خب چی در جای گازل تنگیم از خیتای، مردم بیچاره همه با تنگیم خریدن، کار کردن یک مدت،
دیدن که خیلی خوب کار کردن از حکومت دور از اینو. وجود مثلا که وقتی درآمدن هر یک ماشین نالوگ میسپورن، رستموشکا میسپورن، خوب همه یا جمرک میسپورن یا پول هستن. بعد از یک مدت رزریشن اجازت نامه، بعد از یک مدت گفتن نه تنگه هم نمیشه بیا استریکس. همه بیچاره مردم حیران موندن. بگذشتن در استریکس. بعد از استریکس هم اینمی است. باید مردم اینمی خیل بالاشون کار کنن. از هموطنان عزیز خواهش میکنم که هر یک قانون صادر میشود پشتی اونا نگاه کنند، پشتی همون قانون کی میست، مثلا پروار نال کرده پشتی این کی میست، خب یا که دخترش است یا که دامادش است یا که یک خسر بچه است یا کسی دیگه است، خب پشتی لباس های مکتبی را ایواز کردن، نظر کنی جستجو کنی فایده آور کی فایده میبیند، اصل قضیه روشن میشود. لباس های امام خطیب باید یک نوع باشند، برای چی است؟ برای پول کار کردن. مکتب خون ها یک کتاب دیگر را اضافه میکنن، همه اینا بالایشون بیزنس میسته، بیزنس. حالا امروز موضوع امروز آید اینترنت است، ما باید بیشتر بالای بیک صبور صحبت میکردیم که این شخص کی است و چگونه سری قدرت آمده است و چگونه این وظیفه را گرفته است، زیر کنترل چی چیزها میسته، از چی چیزها فایده میبیند. این واقعا از هر یک کابلی اینترنت شخصی کردگی است، هر یک راوتری که برای وای فای در تو خانه های مردم میاد، اینا مناپولیا کردگی هم از شرکت های زیر دستی بیک صبور هستند. اینا هیچ کس اجازه نمیتیان که یک آنتنی که امروز مثلا میاری دشانتن در بالای خوران میزنی همش زیر کنترل همین کس هستند. این در تاجیکستان چه کاری گفتیم، یک فرما فرمای یک مغازه تجارتی متعلق به اویله هستند، یگان چیزی دیگر نیست. خب دیگه خی در آخر صحبت راستی من یک پیشنهاد دارم. بفرمایید. پیشنهاد از مردم شریف تاجیکستان دارم که ببینید منتظری این آن نشوید. امروز مسئولیت خودتون بر عهده بگیرید، بشینید فکر کنید، پریدومت کنید، یگان راه حل بیابید. رو پیشنهاد کنیم با مسئله سیاسی میشود، با مسئله میگم که خب این کار دست مخالفین است، خودتون تشکیلات چی شوید، خودتون پیش درو بشوین، خودتون یک فکر کنین، راه های حل پیدا کنین. امروز تمام دنیا دیگرگون شده است، راه های مسالمت آمیز، راه های آسایشتر پیش بگیره، مثلا اعتراض ها بیان کنین. هزار نمود مثلا که اعتراض کرده می شود. امروز در بالای همون یک پول است، پولی سامانی است، در هم بلاش مثلا که می نویسی که من راضی نیستم از همین چیز. خوب این همین جوان ها اگر که همین کار پیش ببرن، در یک مدت کوتاه میبینی که تا بانک ملی تاجیکستان تمام پولاش الکی چی شده است. من همچون یک شهروند روزی نیستم. چیکار میکنه حکومت؟ این خود یک پیغام است. مثلا همه میتونن که انا در کوچه های شهر مثلا انا یک از خانه میبرایند یا که از مغازه میبرایند یا که به سمت دانشگاه میروند، همه به دست راست بروند و پای یعنی از همین افتابوز میفروی به دستی راست برن. این مثال های اعتراضی هستن که دیگر کشورها مثلا همین چیزا پای بردن. هدف از این همه رساندن پیغام اعتراضی هست، هدف از این دیگر شهروندی جمهوری تاجیکستان، دیگر هموطنت حس کند، تصور کند که تنها نیست، اون هم این پیغام برای دیگر شهروندو هست که این درد در این درد در این مشکلی ما با هم هستیم، شریک هستیم. مشکلی اساسی ما تا امروز همین است که ما فکر میکنیم تنهاییم، در حالی که تقریبا امروز 90-95% زیر ظلم است. 90-95% در یک مشکلی است، همه یک درد دارن، اونه که ما فکر میکنیم تنها است. این درد دیگر کسا ندارن یا که دیگران مثلا در نوش و نعمت هستن، نه همه یک درد دارن و هیچ کس از این مصیبت از این غم مثلا راضی نیست. بله. سلامت و سربلند باشید. باقی تشکر بوری دیگر و امیدوار هستم که مردم تاجیکستان هم روزی حتما به این مسخره بازها، به این سپتکل بازها، به این ظالم ها نقطه میگذارند و یک جامعه و یک کشوری آزاد و دموکراتی بدون از غم زندگی خواهیم کرد. سلامت باشی برادر عزیز نوردین رضایی، تشکر زیاد تو پیام ما را قبول کردین و مهمانی برنامه شدین. سلامت باشین، زنده باشین. سلامت.